دانشگر عزیز و دوست داشتنی که همیشه ما خانه اندیشمندان هم زیاد زحمتتون دادیم. آقای دکتر، ما در راستای برنامه هایی که خود شما هم در جریان هستید و خود شما هم مدتی عضو شورای علمی گروه جغرافی خانه اندیشمندان بودید، ما سه هدف کلی رو دنبال میکنیم. در راستای اون هدفی که برنامه هایی رو برگزار میکنیم که توی دانشگاه کمتر بهش پرداخته میشه یا پرداخته نمیشه، مثل بزرگداشت اساتید، مثل همین بحث گپ و گفت با پیشکسوتان، مثل جشن تولد اساتید و سر زدن به منزل اساتید محترم و یا برگزاری سلسله در گفتارها و نشستهای علمی با اساتید برجسته و پیشکسوت، همچنین در حوزه سنتی دانشجو برگزاری کلاس های آموزشی و کارگاه کات کلیتی دانشجو بالاتر ببره و همچنین کمک به انجمن ها و نهادهای علمی و برگزاری برنامه هاشون از طریق سالن هایی که داریم و رایگان در اختیارشون میذاریم. این عمده کارهایی که خانه اندیشمندان انجام میده و گروه جغرافیان یکی از 14 گروهی هست که توی خانه اندیشمندان فعالیت داره و هر ساله تقریباً از این بین 20 تا 30 تا برنامه تو حوزه‌های مختلف برگزار میکنه و با یک سرخط مشخص. یکی از برنامه هایی که این پیگیرش هستیم و تحصیلن بیش از 40 نفر از اساتید ما در خدمتشون بودیم، همین بحث تاریخ شفای علم جغرافیا هست. یعنی ما میخواییم از این اساتید پیشکسوت که حضور دارن در مورد خودشون یه آرشیوی داشته باشیم، این که اصلا چی بودن، چرا اومدن رشته جغرافیا، جایگاه علم جغرافیا در زمان خودشون چی بوده و تجربه هایی اگه در حوزه جغرافیا و در حوزه زندگی دارن به دانش به ما دانشجوها ارائه بدن که راهنمای ما باشه. آقای دکتر، همچنین من تشکر میکنم از آقای دکتر مهرجو، اکبر مهرجو، که خیلی زحمت میکشن در راستای برگزاری این برنامه ها. یعنی مجدد تشکر میکنم، امیدوارم هر جا هستن سلامت باشن و دوستان دیگه ای هم که اگه دوست دارم میتونن کمک کنن به گروه جغرافیا، اگه ایده ای دارن، نظری دارن تو این برنامه ها که کمک کنه، خیلی ممنون میشیم. این مقدمه کوتاهی بود آقای دکتر. ما میگم که از دکتر علیجانی، دکتر فرجلو محمودی، محمود دکتر ایوزی، دکتر علی اصغر نظریان، دکتر عباس سعیدی، دکتر بخشندی استاد و دکتر رهنمایی، دکتر زیاری، دوستان اساسی و بزرگواری که خود شما هم در جریان خیلی از برنامه ها بودید و کمک کردید آقای دکتر. ما این برنامه رو ضبط کردیم و امشب هم در خدمت شما هستیم. ما می‌خوایم از محضر شما استفاده کنیم، این سلام علیکی عرض کنیم که ما حالا شروع به ادامه برنامه کنیم. خب بسم الله الرحمن الرحیم. من ابتدا تشکر میکنم از جناب علی و دوستان خانه اندیشمندان که حالا توی این فضای کرونایی این اقدام ارزشمند رو انجام دادید. حداقل این ارتباط برقرار شده. خب من همونطور که فرمایش کردید سالهای فکر کنم حدود 6 7 سال پیش بود ما خدمت شما بودیم، اون تشکیلات راه اندازی شد اونجا، بیشتر زحمت‌ها رو شما می‌کشیدید ولی خب ما کنار کار بودیم. یه چند تا کار ارزشمند تو که فرمایش کردی انجام شد. این آخریش که الان یاد مرحوم دکتر طالب رو هم باید گرامی بداریم، مربوط به اون 4 تا به اصطلاح برنامه بود که 4 نفر از اساتید پیشکسوت، آقای دکتر مطیع، آقای مرحوم دکتر طالب، آقای زیاد توانا، دکتر نه این 4 نفر که تو حوزه به اصطلاح روستایی بودن. آره دکتر طالب بود، دکتر مطیع بود، دکتر مرحوم دکتر طالب بود، آقای دکتر زیاد توانا، شما که جواد به اصطلاح صفی نژاد بود و صفی نژاد و زیاد توانا. بله این دوستان رو خدمتشون بودیم که الان مرحوم دکتر طالب الان فکر کنم نزدیک 1 ماهی هست به رحمت خدا رفتن، یادش رو گرامی می‌داریم و به روحش درود می‌فرستیم. بعد خب اون برنامه انجام شده. آقای دکتر افتخاری البته دبیر علمی جلسه بودن، زحمت می‌کشیدن، بندم کنار دستشون کار اجرایی رو انجام می‌دیم. خب کار خیلی شایسته‌ای بود که ادامه پیدا کرد در حوض برای اساتید دیگه که آخرش بکنم آقای دکتر سعیدی بود یه برنامه خدمت آقای دکتر سعیدی. آره آقای دکتر سعیدی مجموعه این کار منظور است که خانه اندیشمندان تو این زمینه خوب کار کرد و الحمدلله شما تلاش شد و ارزشمند بود. حالا این بحثی که اخیرا راه انداختید که خب در این حال خیلی کار خوبی است. حالا من جلسه پیش رو
برنامه های دکتر مشکینی رو تماشا کردم، چون آقای دکتر مشکینی با ما هم دیگه هم دوره ایم. خیلی از بحثایی که آقای دکتر مشکینی مطرح کرد، حالا من به یه نوع دیگه مطرح میکنم که تکرار نباشه، چون بالاخره مواردی رو ایشون مطرح کردن. من بیشتر اعتقاد دارم که این بحثایی که انجام میشه، این تجربیات و این زیستی که فرمایش میکنید، یه جوری باید جهت داده بشه که نسل جوان استفاده بکنن، یعنی یه جوری یه راهنمایی باشه. حالا چون ما اون زمان یه چالش ها و مسائلی داشتیم تو اون دوره زمانی خودمون، الان هم همین چالش ها رو دارم، ولی نوعش متفاوته. این مهم این است که اونا رو، چالش ها رو بشناسند، یا کمک بکنیم که شناسونده بشن، و همینطور آمادگی ذهنی و عملی برای اینکه مقابله و مواجهه بشه، مواجهه با این چالش انجام بشه. من حالا طبق اون روالی که شما دارید، من اجمالاً یه توضیح بدم. بند متولد 1/7/1341 هستم، زاده قم هستم. البته به شوخی میگن قمی ها بدجنسن، ولی ما از نوع خوشجنسش هستیم. از بزرگ شما که البته ما از اون دوره اولم یه جورایی جغرافیایی زندگی کردیم، از این باب که تحصیلات ابتدایی ما، من اون اول ابتدایی قم بودم، ولی از دوم تا پنجم ابتدایی به جهت اینکه مرحوم پدر ما که البته 23/6 در واقع سال سومین سالگردشه که یادش هم گرامی می‌داریم، ایشون چون به اصطلاح استوار ژاندارمری بود، سال تو این مدت به اصطلاح دوم تا پنجم ابتدایی ما به واسطه اینکه ایشون منتقل شد به سمنان، من اونجا سمنان درسم رو ادامه دادم و بعد دوباره برگشتیم قم، یعنی تا پایان تحصیلات عرض بزرگ شما که متوسطه و اینها در قم بودیم. دیپلم هم خب همزمان شد با انقلاب و اینها، خب یه مقدار سال تقریبا از اون دیپلم انقلابی ها هست، دیپلمایی هستیم که انقلابی بود، یعنی یه جورایی سوم نظری ما مصادف بود با اوجیری انقلاب، بعد خیلی تقلق بود، بعد سال بعدش هم باز دوباره چون هنوز شکل نگرفته بود، خدا رحمتش کنه مرحوم شهید رجایی وزیر آموزش پرورش بود، که اون موقع ما دیپلم رو گرفتیم و مشغول به اصطلاح آمادگی خودمون برای کنکور بودیم که انقلاب فرهنگی شد، یعنی تو این فرایند به اصطلاح زندگی علم چیز ما خیلی تلاطم های زیادی بود. خب قاعدتا از همون موقع که انقلاب فرنگی شد، ما دیگه به اصطلاح امکان ادامه تحصیل فراهم نشد، به همین خاطر بیکار بودیم. ولی خب اون زمان، حالا این چیزی که تجربه که میکنم دوستان الان یه مقدار به این چیزا توجه کنند، خب اون موقع گفتیم خب بیکاری درست نیست، یعنی جوانی که بیکار باشه و اینها، ما رفتیم سراغ، شدم نقاش ساختمون، یعنی یک سالی من کار نقاشی انجام میدادم که اتفاقا پول خوبی هم در آوردم و خیلی از به اصطلاح هزینه های بعد تحصیلم رو از همون محل تامین میکردم. بعد از دوره سال 61 بود که اولین دوره به اصطلاح برای پذیرش تربیت معلم بود، سال 61 تحت عنوان دوره شهید رجایی، شهید با هنر، که اونجا هم باز دوباره من شرکت کردم، چون خیلی علاقه داشتم که خلاصه درس بخونم. اونجا هم به اصطلاح با رتبه خیلی خوبی هم ما به اصطلاح پذیرفته شدیم، ولی بنا به دلایلی که بیشتر برمیگشت به اینکه حالا دوستانی که مصاحبه میکردن گفتن حالا به لحاظ جسمی شما شاید خیلی صلاح نباشه. تو هم خدا رحمت کنه پدرم خیلی ناراحت شد، ولی خب من معمولا چون اعتقاد دارم که در واقع شاید ظاهرم برای آدم خوب نباشه، ولی یک به اصطلاح خیریتی به قول معروف تو کار هست، و هم جهت ما اومدیم باز دوباره ادامه دادیم. یه مدتی باز دوباره هم نقاش ساختمون بودم، ولی باز یک فرصتی فراهم شد که رفتم به نوعی با جغرافیای فقر آشنا شدم، به واسطه اینکه رفتم در سازمان بهزیستی قم مشغول به کار شدم به عنوان مددکار اجتماعی. توی اون فضا بود که در واقع شاکله فکری و اعتقادی و سیاسی من تو اون فضا شکل گرفت، یعنی
فقر و محرومیت که توی جامعه دیدم، خب خود اینا اون شاکله ایجاد کرد که بعدن که اومدیم دانشگاه خیلی کمک داد به اینکه خب چون من حقیقتش برعکس خیلی دوستان که میگن ما علاقه داشتیم به جغرافیا، خیلی علاقه نداشتم. ما چون سال 62 که اولین دوره بازگشایی بعد از انقلاب فرهنگی بود، ما پذیرفته شدیم در بهمن 62 به دانشگاه تبریز، انتخاب کردم به واسطه اینکه هم گفتم راه دور باشه که کسی یاد خیلی نخواد بره، همین که اخوی ما تو تبریز ساکن بود گفتیم حالا اونجا رو میزنم بیرم ایشالله اونجا قبول شد. تو من رتبه هم خیلی باز خوب، چون اون موقع الان همونطور که آقای دکتر مشکین هم جلسه پیش گفت 10 تا رشته میتونستم انتخاب کنم، کسی هم مشاور نبود. ولی بحث این است که خب ما اون موقع که رفتیم اونجا بعدن دیدم که با اون شاکله فکری و ذهنی من خیلی خانایی داره این رشته جغرافیا، به هم خاطر علاقه‌مون که میتونستم تغییر رشته بدم یه مدارم تمایل پیدا کردم. ولی بعد اونجا یک سری صحبتی با بعضی اساتید مثل دکتر رجایی، خدا انشالله حفظش بکنه، و بعضی از دوستان دیگه، ما ادامه دادیم و خوشبختانه خوبم شد. یعنی این ادامه دادن تو این مسیر جغرافیا خیلی کمک کرد که بتونیم به اون اهدافی که داریم دست پیدا کنیم. خب اینجا حالا مثلا یه بحثی که مطرح میشه، و خب این از دانشجو الان مواجه میشم با یه سری مشکلاتی، میگم که حالا مثلا ما رفتم دکترا خوندم الان کار برای من نیست، یا فوق لیسانس خوندم کار نیست. نه، اینو واقعا باید بدونن که کار آر نیست. حالا من بعدم میگم که یکی از مشکلاتی که ما تو حوزه جغرافیا داریم و دانشجویانی که فارغ التحصیل که ما داریم، دانشش رو دارن ولی مهارت به کارگیری دانش متأسفانه ندارن. اونم یه مقدار تقصیر خود ماست که صرف اینکه من میرم سر کلاس فقط به صلاح تکنیک یاد میدم، مدل یاد میدم، ولی مهارت به کارگیری مدل، مهارت ارتباط با جامعه، مهارت اینکه بتونم چگونه این دانشم رو به کار بگیرم و عرضه کنم. یعنی بالاخره ببینید، چون الان فضایی است که فارغ التحصیل زیاد داریم، قاعدتا باید من یک چیزی داشته باشم عرضه کنم که تو این بازار کار براش تقاضا وجود داشته باشه. یعنی در واقع از عرضه محوری رفته به سمت تقاضا محوری، و هم خاطر این رو باید تلاش کرد که یعنی دانش آموختگان ما تلاش کنن به این سمت برن. و در واقع یکی هول دکتر خود دانش آموختگان، یکی هم که اساتید این دانش آموختگان هول بدن به این سمت. بله، یعنی دقیقاً خیلی از برنامه‌های درسی ما آقای دکتر، برای خود شما الان تدریس می‌کنه سالیان سال هست، ما هم دانشجو شما بودیم، خیلی از برنامه‌های درسی ما فقط به صرف پاس کردن 4 واحد، حالا 2 واحد، 3 واحد. بله همین، هم بخاطر درسیه برمیگرده به همون ضعفی که تو حالا تو برنامه‌های درسی ما هست، و خود اصلا مهارت‌هایی که میشه سر کلاس این مهارت‌ها رو تو اون فهوای از بود شما کلاس ارائه کرد. حالا علی حال بحث این است که در واقع ما این تجربه که خدمتتون عرض کردم، اینا خیلی کمک داد تو بعد، حالا تو بحث ادامه تحصیل ما توی از بود شما که دانشگاه تبریز، بعد این که از بود شما که اونجا در واقع یه جوری آدم تک ساحتی به صلاح تربیت نشدیم. یعنی در واقع کمک داد این تجربیات که تو زندگی داشتیم، علارغم مشکلاتی گرفتاری یا مسائل مختلفی که داشت، کمک داد که ما بتونیم در واقع در مقابل مشکلات به صلاح مقاومت کنیم و بتونیم راه خودمون رو به خوبی پیدا کنیم. حالا علیه حال این چیزی که وجود داره از روز شما که باید تو ورودیه که ما تو 62 دانشگاه تبریز رفتیم، یه حسنی که داشت، الانم برید با استادای فعلی هم الان صحبت کنید، واقعا میگن تنها تک بودید شما، چون یک در واقع ترکیب از کسانی بودن که اون دفعه مثلا سربازیشون رفته بودن، چون انقلاب فرنگی شده بعضیشون بس من حالا سربازی نداشتیم ولی کار آزاد کرده بودن، یا توی مجموعه مثل بهزیستی کار کرده بودن، بچه ها همشون بچه های پخته ای بودن. میدونید پختگی خیلی کمک داد. مثلا یه سری هم جوان های مثل دکتر مثلا مشکین اینا بودن دیگه تو بین ما، که تازه از پشت میز دبیرستان اومده بودن و مشغول تحصیل شده بودن. این ترکیب باعث شده بود که به اصطلاح مطالبه گر باشیم. باورتون نمیشه، من بعضی وقتا سر کلاس به بچه‌ها میگم مثلا داری درس میدید جلسات آخر میگم بس مثلا
آدیه مثلا خیلی زیاد شد، خیلی چیز گفتید نمیدونم برای امتحان. ما باورتون نمیشه که اولا که دنبال استاد خوب بودیم، یعنی اگر استاد یه ذره ضعیف بود میرفتیم اعتراض میکردیم. نکته دوم این است که یک کار عجیبی ما انجام میدیم که شاید تو طول تاریخ آموزش عالی اصلا بی‌نظیر باشه، و اون بود که بعضی از درس ها رو به استاد میگفتیم این سرفصل تموم نشده، درس رو نیمه تمام اعلام میکردیم خودمون، بعد ترم آینده همون رو ادامه میدادیم. یعنی تا این حد بود که گفتیم باید سرفصل تموم بشه، یعنی اون چیزی که توی سرفصل نوشته شده رو باید استاد به ما بگه، و استادا رو واقعا وادار میکردیم که مطالعه کنن، با مطالعه بیان. در حالی که الان این نسل فعلی یکی از مشکلاتی که داریم این است که یه جورایی مدرک گرا شدن، یعنی دنباله که بره فقط بیاد سری مثلا لیسانسش بگیره، فولسانسش بگیره، و به همین خاطر خب این خیلی ضربه میزنه، یعنی اون پختگی لازم رو ایجاد نمیکنه. حالا یادم میاد توی بحث دوره کارشناسیتون اساتیدی که حالا دانشگاه تبریز بودن، حالا آقای دکتر مشکینی هم فرمودن، ولی اون اساتیدی که بیشتری تاثیر روی شما داشتن بهش بله شما بیشتر از اندیشه. ببینید ما توی تبریز حسنی که داشت، خب یکی از دانشگاه‌های گروه‌های جغرافیایی قوی بود اون زمان، حالا نه به قوت شاید مثلا تهران اینا، ولی واقعا جزء گروه‌های قوی بود. مثلا ما استادای داشتیم آقای دکتر رجایی که شاگرد مستقیم استینو گودار بود تو بحث ژئومورفولوژی، آقای دکتر خیام، حالا مرتضی خیلی الان نمیدونم خدا رحمتش کنه ایشون، به اصطلاح بعد مرحوم دکتر شکویی بود، مرحوم دکتر فرید بود، حالا یا مرحوم دکتر موحد دانش بود، که حالا مثلا این رو در مورد دکتر موحد دانش این نکته رو میگم که چگونه مثلا کارهایی که میگفتن انجام بدید ما با شدت عدت و با اون چیزی که واقعا استاد میخواست انجام میدن، و چه اثرات و ثمرات خوبی داشت برای بچه ها. خب مرحوم دکتر شکویی، دکتر فرید دوتا نهله فکری جداگانه بودن، متفاوت بودن، که من حالا توی یادنامه که مال مرحوم دکتر فرید پسرشون تهیه میکرد، من یه مقاله کوچیکی نوشتم تو اونجا کامل بهش اشاره کردم، ولی بحث این بود که دو تا نهله فکری که مرحوم دکتر شکویی و فرید داشتن و تو کلاس ها یه جورایی مطرح میکردن، ما رو با یه سری دیدگاه هایی خب آشنا میکرد از همون موقع دوره لیسانس، که مثلا مرحوم دکتر شکویی خیلی به تخصصی شدن و کاربردی بودن تاکید داشتن، مرحوم دکتر فرید درست این رو قبول داشتن، ولی میگفتن این نباید یک پارچگی و نگرش هولیستیک جغرافیایی رو از ما بگیره، یعنی میگفتن شما جغرافی دان میخواید بشید نه شهرساز، و این رو البته درست میگفتن. یعنی یکی از مواردی که هست مثلا بچه های جغرافیایی ما خیلی مثلا علاقه دارن که مثلا ما اونجا هم گرایشمون برنامه شهری بود، جغرافیا برنامه شهری بود، یادش بخیر بچه ها من ارشد کلاس بودم به اصطلاح جز باهر میرفتم، به من میگفتن این جغرافیاشو بردار، بعد گفتن حداقل جغرافیشو و چیز برنامه‌ریزی بنویس جیم برنامه شهری، حتی به لحاظ نوع نگرش ما دوست داشتیم از جغرافیا خودمون رو جدا کنیم، که این کار غلطی بود، یعنی بعدا متوجه شدیم که اشتباه است. مرحوم دکتر شکویی هم این نبود که بگه تخصصی شدن که از جغرافیا و هسته اصلی جغرافیا جدا بشویم، اون هسته رو قبول داشتم، ولی به لحاظ کاربردی بودن تاکید داشتن، و با اون بحثایی که توی ایجاد رشته برنامه‌ریزی شهری جغرافیا و شهری همت گماشتن. خب ما بالاخره توی این دوره تحصیلمون، توی دوره لیسانس، خب همزمان بود با دوره دفاع مقدس، خب بالاخره بمباران دانشگاه تبریز، شهادت بچه‌هایی که اونجا بودن و مسائلی که ما داشتیم اونجا، بالاخره خیلی به نوعی متأثر بود اون فضا. بعد بحث حالا خود من خودم اعتقاد دارم بچه‌ها به اصطلاح باید همون حالاتی که بهتون گفتم تک ساحتی بزرگ نشن. تو همون دوره من یادم خب خیلی از بچه‌ها آسیمی رفتن، آسیمی بودن، کاری نداشتن به این بحث‌های جبهه و بحث‌های فعالیت‌های سیاسی اینها. خب من از همون موقع تو بحث انجمن اسلامی خیلی فعال بودم، بعد نماینده دفتر دانشگاه تبریز بودم در دفتر تحکیم وحدت. خب اینا میدونید اینا کمک میداد که بعد من بدری بعدم که وارد جامعه شدم چگونه مهارت ارتباط برقرار کردن با سازمان ها رو داشته باشم، که هم خودم بتونم استفاده کنم، و بعد بهتون میگم که چقدر از بچه ها تونستن
از قبل همین ارتباطات اشتغال به کار پیدا کنند. خب اونجا من اونجا بعد از بزرگ شما که یه نکته ایم ولی باز در مورد دکتر موعد دانش، مرحوم دکتر موعد دانش بگم، اون زمان یادش بخیر تنها استاد تمام دانشگاه تبریز آقای دکتر موعد دانش بود که البته بعدا دو سه تا دیگه هم اضافه شدن، تنها استاد تمام بود که تو حوزه هیدرولوژی شهری هم بسیار بسیار مسلط بود، خیلی سختگیر برخورد میکرد، سختگیرانه، ولی کارای یه کاری داد به بچه‌ها که انجام بدن، باورتون نمیشه که بعضی از این دوستان ما هم ورودیای ما با اون پروژه که انجام دادن تحت یه چیز ساده‌ای هم بود، این نقشه به ما داد گفت بید انجام، اول گفتیم به اینکه کاری نداره اینها، بعد کاری نداره باورتون نمیشه، صبح نماز صبح می‌خوندیم می‌نشستیم پای کار تا نماز صبح فردا، اینطوری بود، یعنی کار اینقدر تو قالب مثلا حدود 20 روز همون پروژه ها باعث شد که بعضی از اونا با در دست داشتن پروژه رفتن، باورتون نمیشه استخدام شدن تو شهرداری. نمونش همین آقای ارتباط برقرار کنه با سازمان ها، یعنی خود به خود آدم کنه میشه و زنجیر میگیرد شما. کار عملی که انجام دادم در واقع، یعنی الان مثلا به بچه های دانشجو ما کار میدیم یه جوری از زیرش در میرن، در حالی که من همیشه این مثال براش مثلا الان خیلی دوستان مثلا میایه یه دوستی داریم آقای حبیب لاریمی خدا حفظش کنه، مثلا خود ایشون میگه من این برنامه بردم گفتم آقا من میتونم تو آبرسانی شهر کمک بدم، گفتم تو جغرافیا خوندید این حرفا چیه، بعد پروژه رو بهشون به قول معروف نشون دادم، مثلا به قول این جوانان کفشون برید که شما این کارا رو بلدید بکنید، گفتم آره این یه کار کوچیکه که ما انجام دادیم. در واقع این کارهایی که عملی، کارهای عملی که استادا ارجاع میدن دانشجوها اگر اینا رو به خوبی انجام بدن اینا خودش یه تجربه خیلی خوب میشه. علی حال این کاری که مثلا ما یه درس داشتیم اسم کارورزی، یادش بخیر من خودم رفتم جهاد، خب گفتم که بچهای دانشجوی جغرافیا میتونن تو این کار، شما موقع ترهادی تازه شروع شده بود، یه چیزی بلوشه فکر کنم اگر اشتباه نکنم 12 نفر رو من اووردم از بچه‌ها رو وادارشون کردم اومدن کارپرداشون تو جهاد انجام دادن. الان نمونه براتون میگم، آقای مهندس اصلانی کارشناس ارشد بنیاد مسکن تو اون گروه بود، آقای مهندس عبدی نژاد که الان مدیر کل یکی از قسمت‌های به اصطلاح وزارت راه و شهرسازی تو شهرک‌های جدید، ایشون یکی از اون بچه‌ها بود که اونجا کار کرد، بعد اومد جذب جهاد شد، بعد عضو شورای عالی شهرسازی شد. ببینید یعنی این یعنی همین کارهای عملی و چیزایی که و ارتباطی که با مجامع به اصطلاح ارگانهای اجرایی برقرار شد باعث شد که اینا واقعا پتانسیل لازم خودشون رو کشف بکنن و عرضه کنن خودشون رو و این رشد داشته باشن. به هم خاطر به اصطلاح این مجموعه فعالیت‌هایی که به قول معروف ما ارتباطاتی برقرار شد باعث شد که ما از همون موقع شاکله کاربردی بودن علم جغرافیا رو اولا به واقع درک کنیم، توی ذهنمون بره و عملی کنیم و نهایتا دوستان بالاخره خیلیشون به اون ترتیب وارد شدن تو عرصه کار. حالا ما تو بحث چون خود من علاقه داشتم که در واقع برم به ادامه تحصیل بدم وارد دانشگاه تربیت مدرس شدیم، توی بحث کارشناسی ارشد، بله تو ارشد وارد کارشناسی تربیت مدرس. خب تربیت مدرس دنیای جدیدی بود، خب توی دانشگاه تربیت مدرس ما من یادم دوره هفتمش ما وارد شدیم، اون موقع حالا دوستان هنوز گروه شکل به اون معنا نگرفته بود، مرحوم دکتر شکوری تنها خودش بود و مدیریت گروه انجام میداد، استادا به صورت مدعو بودن، خب خود این کمک میکرد که ما با نهله های فکری مختلف و متنوعی آشنا بشیم، رشته های مختلف، مثلا مرحوم دکتر طالب از دانشکده علوم اجتماعی اومد، آقای دکتر متوسلی از دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران تشمیع برد، آقای دکتر میرزایی جمعیت شناس معروف، آقای حسین دکتر میرزایی معروف از دانشگاه تهران علوم اجتماعی جمعیت شناسی به ما درس میداد. خب این مجموعه اساتید با نهله های فکری و دیسیپلین های مختلف خیلی کمک دادن که ما اون بنیان فکری این دوستانی که تو این دوره به اصطلاح درس میخوندن شکل بگیره. خب در واقع این با توجه به این قضیه، ببینید توی این چیزی که شما فرمایش کردید به نظرم میاد که اگر من بخوام خیلی اجمال با توجه ضیق وقتی که هست بگم، شاید تأثیرگذارترین استادی که تو زندگی علمی ما خود بنده بود مرحوم دکتر شکوی بود. خب
ما یک بچه دکتر شکوی تو تبریز دیده بودیم، بعد تو تهران که اومدیم تو تربیت مدرس دیگه اون شکوی قبل نبود. خب میدونید که حالا خودش بعضا خدا رحمتش کنه سر کلاس هم به ما میگفت که من کتاب‌های قبلی خودم قبول ندارم. خب تفکرش یه به اصطلاح تحولی توی تفکراتش ایجاد شده بود. خب ایشون تاکید بر ساحت انسانی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جغرافیا داشت. اگه بخوام یک تو یک جمله بگم، یک جغرافیدان انسانگرا به معنای واقعی کلمه بود. یعنی تو هر بحثی که مثلا یه درسی که ما بعدا تو دکتری با ایشون داشتیم، بحث ایدئولوژی محیط جغرافیا، خب اینها رو حتی مثلا تو نامگذاری های اسام خیابان ها هم بعضا اون تفکرات ایدئولوژیک و تاثیرگذاری هایی که به لحاظ ایدئولوژیک به اصطلاح مطرح بود و اینها تحلیل میکرد. خب اون کلاسی هم که نامدار بودن، آقای خدا حفظش کنه آقای رحیم صفوی، آقای دکتر قالیباف بود، این دوستان با ما تو یک کلاسی که داشتیم، کلاسمون کلاس مشترک بود، بحث‌های خیلی جدی و دکترم که خیلی آدم به اصطلاح خیلی راحت و در واقع بدون هر گونه این که بگه مثلا مقابل من فرمانده کل موقع آقا رحیم فرمانده کل سپاه بود دیگه، فرمانده سپاه پاسدارم بود. خب خیلی بدون این که مثلا اینه که آدم شخصیت‌های نظامی و اینها نشستن، بحث‌ها رو مطرح می‌کرد و بحث‌های خیلی پخته و قوی اونجا انجام می‌شد. خب خیلی کمک داد به شکل‌گیری فکری ما. خب بعداً که البته من با مرحوم دکتر گنجی که بعد اومدم دانشگاه تهران آشنا شدم، متوجه شدم که چقدر مرحوم دکتر شکویی متأثر از جغرافیای انسانگرای دکتر گنجیه. یعنی اون نگاه اخلاق مدارانه و انسان مدارانه. مثلا اخلاق که میگم، ببینید ما خب بالاخره منم معلمم، الان کار ندارم میرم سر کلاس دانشجو رو یه کلاس برگزار میکنم میام بیرون، حالا کار ندارم دانشجو مشکل داره نداره، خدا رحمتش کنه مرحوم دکتر شکویی، من خاطرم است که زمستونای تبریز اون موقع خیلی سرد بود، من موقعی که دوره لیسانس اونجا بودم، خب ما اونجا بچه قم بودیم و خیلی هم مثلا چیز نبودم، من حالا با سرما اونجا عادت پیدا کرده بودم، یه کاپشن نیمدار کوتاهی داشتم. خب بالاخره یک خانواده متوسط بودیم ما دیگه خیلی چیز نداشتیم. منم دکتر شکوی خدا رحمتش کنه یک پالتوی خیلی بلندی میپوشید، خیلی گرم و اینها. بعدن متوجه شدم ایشون به بچه‌های کلاس گفته بود این بدری مشکل مالی داره، مثلا من نگاه میکنم احساس میکنم این بچه سردش نیست تو این با این کاپشن نیمداری که میپوشه اینها. بعد حتی من خداموز گفته بود که اگه ببینم مشکل مالی داره من کمک بدم یه پالتو خوب براش بخریم. یعنی تا این حد، ببینید تا این حد نگاه انسانی داشت به حتی به دانشجو که حالا کار ندارم من معلمم میام سر کلاس بالاخره. ولی این رفتار که ما میتونیم آدم رو یاد این گفته یاره در وسط صحبتتون از جان ژاک روسو میفته که میگه قبل از هر علم تخصص انسان بودن مهمه و توی علم باید به وجه انسان بودن توجه بشه. یعنی یکی از نکاتی که توی رفتارهای دکتر شکویی و دکتر گنجی ما دارا شکویی که کمن به زور توضیح میده ولی دکتر گنجی دیدم و شنیدم بودم. نه حالا منظور است که این به اصطلاح حالا من این رو نتیجه میگیرم حالا برای استادا که آقای به من معلم دانشگاه میگه که آقا کارت نیست که بلند شی فقط سر کلاس و تلاش بکنی دانشجو رو مثلا آموزش در حوزه تخصصیت بدی، نه بلکه باید حواست باشه مشکلات دانشجو هم رعایت بکنی، ببینی این چه مشکلی داره. خب الان همون فرمایش که شما کردید، قاعدتا ما مثلا منی که دارم کار میکنم یا ارتباطی دارم با مجموعه های ارگان ها، یا مدت که رئیس مؤسسه بودم، کاری که میگرفتم سعی میکنم بچه ها رو یه جوری وارد بکنم، بالاخره یه هم کمک مالی باشه و همین ارتباطه. خب همین ارتباطات باعث شده بود که بعضی از بچه ها برن الان توی دهیاری ها مشغول بشن، بعضی از بچه ها توی جهاد مشغول شدن،
الان چند تا از بچه های ما بچه ها بعد الان مثلا اطلس کلان شهر تهران رو که ما با سازمان فناوری کار کردیم اون موقع یادش بخیر آید برای نقد و بررسی نذاشتیم بله یادم درست هم اونجا برنامه نقد و بررسی بود. خب مثلا همون اونجا خب ببین بچه های مثل آقای دکتر رجایی که الان خودش شده همکار ما شخصیتش اصلا اونجا شکل گرفت به لحاظ اینکه الان خودش ماشاءالله میره تر میگیره یا الان چند تا از بچه‌ها رفتن مشغول شدن تو اون سازمان. خب ببینید یعنی من استاد الان وظیفه‌م این نیست که بگم که حالا من تر گرفتم برم حالا فوقش حالا یک پولی بدم به دانشجو. بعضی‌ها متأسفانه بعضی استادا یک کاری انجام میدن که خیلی اخلاقی نیست، مثلا به جای اینکه حق الزحمه بدم به دانشجو بهش میگن که غالبا نمره میدیم. خب این غلطه، یعنی من باید از الان دانشجو رو یادش بدم که دست تو جیب خودت باشه، یعنی یاد بگیری چجوری بری پول در بیاری. خب یعنی این وظیفه من استادم هست دیگه، اینطوری یا حالا شد کار انجام بده یا نه. الان خیلی از بچه‌ها مثلا ارتباط برقرار کردن میرن الان صلاحیت فنیشون تایید شده میرن طرح هادی میگیرن کار میکنن. خب بالاخره تو این وانفسای اقتصادی بالاخره ما این از وقتمون برمیاد دیگه، این رو نباید دریغ بکنیم. خدا خیلی حالا یه حال ما تو بحث ارشدمونم که به اصطلاح پایان نامم راهنماییش به مرحوم دکتر طالب راهنمای من بود که واقعا لازم است که اینجا مجدد یاد و خاطره ایشون رو گرامی بداریم که تو این زمینه خب خیلی به ما کمک داد. و خود مرحوم دکتر طالب ارتباطی که خب ببینید اینا سلسله مراتبی بود دیگه، مثلا مرحوم دکتر طالب منو اولین ارتباط منو با بنیاد مرحوم دکتر طالب کلید زد. خب من بعد رفتم اون دفتر بسیج توان فنی کشور، زلزله سال 69 که اتفاق افتاد UNDP یه تشکیلاتی رو انداخت اینجا با همکاری بنیاد مسکن تحت عنوان طرح بسیج توان فنی کشور برای مقابله با زلزله، که بعدن الان شده نتیجهش همین چیزی که میگی تحت عنوان پژوهشگاه مخاطرات محیطی که زیل بنیاد مسکن هست که الان هم باشون ارتباط دارم. تو امروز هم یه کاری بود زنگ زدم. خب خود این باعث شد که من باز دوباره وارد حوزه شدم، دیدم نه من بدری مثلا علاقه دارم تو این زمینه. رساله دکترام رو تمام بردم تو همون زمینه کار کردم، یعنی مثلا تو همون تار مولیا که کار می‌کردیم بحث کدوم دانشگاه؟ آره دانشگاه تهران. نه من دکترامو حقیقتش خارج از کشور قبول شده بودم، بنا به دلایلی نشد. من چون همزمان عضو پیام نور شدم موقع سال که به اصطلاح فوق لیسانس هم تموم شد، ما بورسیه بودیم دیگه، اون موقع رفتیم دانشگاه پیام نور. بعدن تو دانشگاه پیام نور که داشتم تدریس میکردم همزمان دکترای خارج از کشور قبول شدم، ولی بنا به مشکلات خانوادگی اینها ترجیح دادم که تبدیل کنم، باز اومدم باز دانشگاه تربیت مدرس و این خدمت دوستان تو تربیت مدرس و گفتم که مثلا با آقای دکتر رحیم صفوی و با آقای دکتر قالیباف که اون موقع دانشجوی دکتری تو حوزه جغرافیای سیاسی بودن یک کلاسی که اون ایدئولوژی محیط جغرافیا بود با مرحوم دکتر شکویی، آخرین کلاسی بود که ما با ایشون داشتیم قبل از فوتشون. خب همون درسی بود که همزمان با این دوستان تو دوره دکتری مثلا با دوستان بودیم. من و آقای دکتر پورتاری یه دوره هستیم، دکتر پورتاری دانشگاه تربیت مدرس با هم دیگه یه دوره هستیم. خب توی اونجا مثلا همین رساله رو البته تحت تاثیر همون کارهایی که انجام شده بود و ارتباطات، چون که اعتقاد داشتم از اون ابتدا که در واقع ما باید کاری که تاثیرگذار باشه، یعنی دانش جغرافی رو عملی و کاربردی نشون بدیم و این عرصه به اصطلاح بازسازی مناطق روستایی زلزله زده طارم اولیا باعث شد که این تو ذهن من شکل بگیره که یه بحثی رو تحت عنوان راهبرد ادغام روستا رو بیام کار کنم. خب کار تا اندازه خوبی بود با راهنمایی که آقای دکتر افتخاری انصافا خیلی به من اونجا کمک دادن، آقای دکتر عسکری که الان یورک کانادا دانشگاه یورک کانادا هستن و آقای دکتر براتی که عضو علمی گروه شهرسازی دانشگاه بین‌المللی امام خمینی هستن. خب اینها در واقع من رساله دکترامم تو این حوزه کار کردم که میگم متأثر از همون فضای بود که آقای مرحوم دکتر طالب ایجاد کرده بود برای ما. خب قاعدتاً با توجه به تقریباً 7-8 دقیقه زمانی که داریم، اولا اینکه دوستان اگه سوالی چیزی دارن میتونن، من حالا باز گذاشتم سفر رو که
دانشون رو بپرسن. و دومی که آقای دکتر، حالا این جنبندی دوره دکتراتون یک کمی کوتاه‌تر بفرمایید و اینکه جایگاه جغرافیه رو الان چطوری می‌بینید و چه توصیه‌ای نسبت به دانشجو به علم جغرافیه دارید، حالا هر چند که تو مباحثتون هم این موضوعات رو فرمودید. ببینید، بحث این که حالا یه مقدار بذارید من اون مسیری که گفتم ادامه دادیم، الان منجر به این شد که مثلا ما انجمن علمی مدیریت بحران سال 94 راه انداختیم. حالا بعد از که من از مؤسسه اومدم سال 83 منتقل شدم از دانشگاه پیام نور بودم، من سال 83 اومدم دانشگاه تهران که خدمت شما بودیم اونجا. سال 84 تا 88 هم رئیس مؤسسه جغرافیا بودم که خب تو اونجا کاری که انجام شد که اون قابلیت‌های دانشجوها یه جوری امکان ظهور و بروز یافت، همون بحث سه تا همایشی بود که علمی دانشجویی برگزار شد. خب خیلی من واقعا کیف می‌کردم که این بچه‌ها تیم ورکینگ رو اونجا به مثابه واقعی یاد گرفتن، یعنی یه عرصه باز شد براشون، خودشون می‌زدن سر کله هم دیگه برای مدیریت این چیزا. واقعا تو بعضیشون واقعا شخصیتشون تو اونجا به نظرم شکل گرفت، اون قابلیتاشون اونجا تبلور پیدا کرد. خب اینجا الان ببینید، این بحثایی که الان من مجموعه اگه انجام دادم این بود که الان شما این آسیب که الان به نوعی وضعیت جغرافیا، خب الان با توجه به فارغ التحصیلان خیلی زیادی که داره، از اون برم محدودیت هایی که توی فرصت های شغلی وجود داره، حالا یه سری مشکلات که بالاخره جامعه باش مواجه هست اینجا، ولی بحث من است که واقعیتش این است که اگر ما به نوعی خود ما، یعنی توی برنامه ریزی های درسیمون درسایی رو وارد بکنیم که بشه نهایتا دانش فارغ التحصیل جغرافیا خودشو بتونه بهتر عرضه بکنه. حالا یکیش همین بحث این است که مهارت لازمه رو پیدا بکنن. یعنی الان من خودم خب معاون دانشگاه جامعه علمی کاربردی هستم، الان با واقع اونجا میبینم که خیلی از بچه های ما دانششو دارن، مثلا خیلی مسلط روی جی آی اس، ولی بلد نیست بره بگه مثلا تو بانک بگه یا توی عرصه مشاغل دیگه بگه این رو من چگونه میتوانم تو بحث بانکداری کمک بدم. یعنی بیا مثلا چیزی که حالا آقای دکتر فرجی، حالا من خواهش هم ازش کردم که آقا شما بیا تو این زمینه یک دوره‌ای راه بنداز، مثلا جیو بانکینگ راه بنداز، جیو مارکتینگ راه بنداز، خب یا حتی روی این ریال استیت ها، همین مثلا همین بنگاه‌های معاملاتی هست، بچه‌های جغرافیا خیلی خوب میتونن تو این زمینه وارد بشن. خب یعنی فقط یه دوره، نمیخواد اصلا بیاد مثلا دوباره رشته بخونه، نه، یه دوره دو سه ماهه پودمانی کوتاه مدتی بیاد ببینه متخصص چگونه از جی آی اس تو حوزه به اصطلاح معاملات ملکی بتونه به نحو بهینه استفاده کنه. خیلی کاره، من خودم خیلی وارد نیستم به جی آی اس، ولی میدونم یه قابلیت هایی داره که میتونه این کار بکنه. پس به هم خاطر بحث این است که دوستان تو گروه های جغرافیایی به جای اینکه هی برن دنبال راه اندازی رشته های جدید و اضافه کردن فارغ التحصیلان توی بحث های رشته های مختلف، بیان واقعا یه زمینه های فراهم کنن که این بچه های فارغ التحصیل از این الان خوب میبینید بچه ها خیلی درمانده شدن، مثلا خیلی سرخورده دل سرده، چون حتی باورتون نمیشه مثلا بچه های خیلی خوب داریم تو دوره دکترا، حالا من اسم نمیارم، الان شاید اینجا هم نشسته باشن پای این صحبت های ما، اصلا وسط کار اومده و میگم من میخوام انصراف بدم، چقدر باش صحبت کردم، رغبت براش ایجاد کردم که نمیتونی، ولی خب الان فارغ التحصیل شدن، الان دکترا گرفته بیکاره. زیاد داریم از این بچه‌ها، خودت شما میدونید هم دوره یات اینا، اون خیلی بچه‌ها شغلی ندارن و این خیلی بده، مگر اینکه ما یک واقعا بازاندیشی بکنیم در به اصطلاح این چیزهایی که داریم، یا یک دوره هایی رو تعریف بکنیم که این بچه ها بیان با اون گذراندن اون دوره ها در واقع بتونن مهارت لازم به کارگیری دانششون داشته باشن. از اون جهت هم یه صحبتی هم این اساتید محترم، ببینید الان استادای ما متاسفانه، ببینید من الان دانشکده خودمون رو مثال میزنم، من خب اون موقع که بودم قبل از که برم دانشگاه جامعه علمی کاربردی به اصطلاح پست مدیریتی بگیرم، نگاه میکردم سی و اون موقع 4-5 نفر بودیم، الان الحمدلله شدن حدود 50 نفر ماشاءالله عضو علمی داره دانشکده جغرافیا دانشگاه تهران. تو
تو اون موقع که ما تو مؤسسه بودیم و بعد از اینکه از مؤسسه اومدم باز کارهای ارتباطات داشتم، پروژه میرفتم میگرفتم با سازمانهای مختلف، بنیاد مسکن، نمیدونم جهاد، استانداری گیلان، این ور اون ور میرفتم، چون بالاخره باید رفت، باید لابی کرد، باید صحبت کرد، ارتباط برقرار کرد، همون که بهتون میگم مهارت ارتباطی تر میگرفتم و اینا. باورتون نمیشه از اون 34-35 نفر من یه بار شمردم 5 نفر از همکارای محترم ما تو حوزه‌های کاربردی ورود پیدا نمی‌کردن. خب موقع که من فقط بشینم تدریس کنم، فقط بشم، ببخشید بعضی از این دوستان، ضبط صوت بشم، که اولا که پژوهش کمک میده به دانش، به اینکه من سر کلاس میدم دست پر برم. یعنی موقع که من مثال میزنم فلان ماره تو حوزه مثلا توسعه پایدار، تو حوزه نمیدونم مدیریت بحران مخاطرات مثال پژوهشی میزنم، خیلی به قنای بحث کمک میکنه. دو، زمینه فراهم میکنه که دانشجو رو بتونم دست یه جا بند کنم، حداقل یه مدتی بتونه آموزش نحوه استفاده از دانشش رو بکنه، بعد مثل بچه‌ای که دستش گرفتی را بردی، حالا خودش بره ادامه بده دیگه. این در ما تا این حد که دیگه شاید خیلی مثلا با ما لایو تاخ که نمیگم که استادا بیان فقط دنبال این باشن که اشتغال زایی بکنن، نه، من راه ورود به شغل رو بهش نشون بدم، به هم خاطر یعنی یه جوری میگی ماجوری بهشون یاد بدن. بله، بعد اون وقت البته متاسفانه استاد فقط یک دو دقیقه وقت داریم. آره نه، الان همین رو دارم جمعش میکنم. الان چند تا مورد هست. یکی اولا ارتباط استادا با بدنه جامعه کمه، با بدنه ارگانهای اجرایی ما کمه. خب خود این خیلی بده، این رو باید تقویت کرد. بعد بحث مشارکت گروه های آموزشی با همدیگه تو دانشگاه مختلف کمه. الان این دوره کرونایی که ایجاد شده، به نظر من ما توی مدیریت بحران یه بحث داریم تحت عنوان به اصطلاح پنجره های فرصت، ویندوز اپورتونیتی. پنجره فرصت چیه؟ یعنی میگه آقا الان یه فرصت ایجاد شده، حتی تفکرش رو در ارتباط با آموزش تو گروه های جغرافیایی عوض بکنه. یعنی من بیام به اصطلاح این تو از این فضا استفاده بکنم، یک هم افزایی ایجاد بکنم، به جای اینکه دنبال این باشم که هر کسی به اصطلاح بیاد درس‌های مختلفی نداشته باشه. یه آموزش مجازی الان زمینه خیلی خوبی شده که این هم کمک بده، هم بتونم آموزش بهتری رو عرضه بکنم به دانشجو، هم یه زمینه فراهم کنم که برم بیشتر سراغ یک سری کارا، فعالیت‌های تخصصی و پژوهشی، و از این طریق دانشجو رو دستش گرفتم و وارد پژوهش عملیاتی کردن. خود این باعث می شود که دانشجو بتونه آموزش لازم رو ببینه، تجربه کافی رو بیاموزه، و از این حالتی که من اسمش گذاشتم درماندگی خودآموخته شده. الان متاسفانه دانشجویان ما دوچار یک نوع به قول جامعه شناسان درماندگی خودآموخته شده دوچارش شدن. باید از این حالت خارج بکنیم. تنها راه خروجش هم همتی است که باید استادا بکنن، و یه مقدار البته فقط استادا نیستن، دانشجوها هم باید همراهی بکنن که انشالله بتونه از این طریق این فضا شکسته بشه و زمینه های به اصطلاح رشد و بالندگی دانشجو ایجاد بشه. ببخشید من خیلی دیگه فرصتم کم بود، حالا در این به این اجمال. حالا من انشالله دوست دارم که شما البته لازم بود که اول مثلا استاد بنده آقای دکتر افتخاری رو باشه صحبت میکردید بعد بنده، ولی خب حالا این جسارت ما کردیم و آقای دکتر افتخاری گفتن این حالا یه سری مشکلات دارن، انشالله توی تایمی که وقت توی خود آزادتر باشه در خدمت شما بود. بسیار عالی، ممنون آقای دکتر، خیلی استفاده کردیم. ما ادامه پیدا کنیم، ما در خدمت شما هستیم ان شاء الله. بزرگوارید، شما هم نیستن میشه میگم من استاد علم میدم، استاد اخلاق هستم. ان شاء الله که همیشه پاینده باشید، سلامت باشید ان شاء الله. ان شاء الله که فرصت عدمی دوستان گرفتیم یه چیزی باشه که نتیجه ثمره‌ای داشته باشه برای اونا که شنیدن. ان شاء الله خدمتگیری باشه به حالا و دوستانی که این برنامه رو شنیدن، هم اساتید هم دانشجویی که ان شاء الله هم راه زندگیشون تو علم جغرافیا بهتر کنن و هم کاربردی‌تر جغرافیا رو ببینن ان شاء الله. ممنون آقای دکتر، امری داشته باشید. جناب علی و دوستان دیگه که زمینه رو فراهم کردن تشکر می‌کنیم. خواهش می‌کنم، قربان شما. از دوستانم خداحافظی می‌کنیم. انشاءالله شب خوبی داشته باشید. شب همه دوستان بخیر. خداحافظ شما. خداحافظ. خداحافظ. خداحافظ.